جدیدی از خانه‌های دو طبقه، این بار نه با طبقاتی روی هم، بلکه در کنار هم. برادران تیبور و گابور لوکا ساکنین این خانه سبز در ژنو هستند. Hallo. Willkommen bei uns zu Hause. Aber bitte, kommen Sie rein. خانه‌ای که در ورودی ندارد و مهمانان مستقیما وارد محل زندگی خانواده لوکا می‌شوند که بسیار هم از طبیعت تأثیر گرفته. ایده اصلی این بود که از طبیعت بیرون به بهترین نحو استفاده بشه و گیاهای خونگی رو هم به دل طبیعت ببریم. البته می‌خواستیم یه فضای بزرگ و باز داشته باشیم و نور از بالا توی خونه بتابه و در حقیقت یه فضای بزرگ مسطح تشکیل بشه. برای گابالوکا و همسرش داشتن یک فضای دلباز بسیار مهم بود. برای همین هم طراحی خانه را فقط به دست آرشیتکت‌ها نسپردن. ما عاشق تحرک توی خونه هستیم و میخواستیم از همه اتاقا استفاده بشه. وقتی که آدم یه آشپزخونه سربسته داره یا یه اتاق نشیمن سربسته، دیگه این تحرک یا هرچی که اسمش رو بذارین توی خونه نخواهید داشت. برای همینم ما الان میتونیم هر جا که میخوایم حرکت کنیم و بچه هم هر جا که دوست دارن میتونن بازی کنن. درست همون چیزی که برای ما مهم بود. پیا و گابور هر دو دامپزشک هستند و در کنار حیوانات زنده شیفته چیزهای قدیمی و حیوانات خوش شده هم هستند که یا از بازار یا از مغازه های عتیق فروشی می خرند، مثل این خرس. به من گفتن که این خرس 50-60 سال توی یه مغازه ورزشی بوده، حدوداً 100 سالشه. ما نمیدونستیم که این چجوری توی این خونه مدرن جا میگیره. اما بعدش که متوجه شدیم که خیلی خوب به اینجا میخوره، خوشنم اومد و خیلی هم اینجا رو با ابهت کرده. در پاسیو میتوان یک شی عتیقه دیگر هم پیدا کرد. بخشی از شانه یک ماموت. این استخوان چند میلیون ساله جایی بین فرانسه و بریتانیا توسط یک ماهیگیر صید شده. این ما را خیلی به یاد هنر مدرن میندازه و به نوعی یه جهش از یک میلیون سال پیش به زمان معاصره. این استخوان عظیم ما را مجذوب خودش کرد و چون ما هر دو دامپزشک هستیم جذابیتش برامون دوچندان بود. اولش نمیدونستیم که این استخوان یه ماموته، اما بعدش که فهمیدیم خوشحالیمون چند برابر شد. این پلکان روباز به اتاق خواب دو فرزند پیا و گابولوکا منتهی می شود، جایی که بچه ها موقع بازی تحت نظر یک گوزن شمالی بزرگ هستند. روبرو اتاق خواب والدینشان است. اینجا یکی از معدود اتاقهای خانه است که به رنگی غیر از سفید در آمده. اینجا یه خونه مدرن و ما می‌خواستیم تا اونجایی که ممکنه ساده باشه. خیلی از اسبابا رو قبل از این با خودمون به این خونه آورده بودیم. اگه خیلی از رنگ استفاده می‌کردیم ممکن بود کمی شلوغ باشه. برای همینم هم سعی کردیم تا جایی که میشه طبق سلیقه‌مون خونه رو خالی نگه داریم. تابستان‌ها حیات تبدیل به یکی دیگر از اتاق‌های خانه می‌شود. آنها 4 سال تمام به دنبال زمین مناسبی برای ساختن خانه می‌گشتند. جایی نزدیک به مرکز شهر ژنو و پر از درخت‌های کهنسال. من خیلی خوشحال بودم وقتی که بالاخره تونستیم جای مناسب رو پیدا کنیم. هم به شهر نزدیک بودیم، هم باغ داشتیم و همین که در دل طبیعت بودیم. اینجا رو که پیدا کردیم خیلی خوشحال شدیم. البته آنها در این مکان زیبا فقط یک خانه نساختند، بلکه خانه رویاییشان را بنا کردند.